چلنج شیرشاه مبارز با واحدالله نژند. واحدالله نژند هم جزای او را داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. قبل از اخبار ورزشی توجه کنید به خبر فوری که همین لحظه به دسترس ما قرار گرفت. سه انفجار در دو ولایت در نخستین روز عید و نخستین روز آتش بس. در حالی که گروه طالبان و حکومت افغانستان روزهای عید را آتش بس اعلام کردند، شماری از ولایت‌های این کشور شاهد انفجارهایی بوده است. به نقل از تولو نیوز، با وجود اعلام آتش بس از سوی طرف‌های درگیر در افغانستان، ولایت‌های قندوز و قندهار شاهد انفجار ماین بودند. در پی دو انفجار در ولسوالی‌های پنجوایی و میوند ولایت قندهار دست کم 7 غیر نظامی جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس این خبرنامه، یک ماین دیگر در ولایت قندوز منفجر شده که در نتیجه 2 تن به شمول یک کودک جان باختند و 4 تن دیگر که بیشترشان کودکان هستند زخم برداشتند. یکی از باشندگان قندوز گفت پس از این که حادثه صورت گرفت، نیروهای امنیتی 40 دقیقه بعد به محل رسیدند. این در حالی است که فرماندهی پلیس قندوز با محل رویداد 100 متر فاصله ندارد. باشنده دیگر قندوز نیز افزود: مسلمان بار مسلمان این گونه ظلم نمی کند. ما در فقر و دربدری طفل را بزرگ می کنیم، اما قربانی می شوند. اگر مسلمان باشند، طفل را به این روزگار نمی رسانند. مسئولان شفاخانه حوزوی قندوز وضع شماری از مجروحان این رویداد را وخیم توصیف کردند. فهیم حسن‌زاده، دکتر شفاخانه حوزوی قندوز، بیان داشت: متاسفانه امروز در انفجار 16 تن زخمی و شهید به شفاخانه انتقال داده شدند. ۲۶۰ مگاوات برق وارداتی دوباره به کابل وصل شد. در افغانستان برشنا شرکت با نشر یک خبرنامه اعلام کرده است که تیم‌های تکنیکی و ولتاژ بلند در افغانستان برشنا شرکت با تلاش‌های جدی و خستگی ناپذیر توانستند پایه منهدم شده در نزدیک لیسه حبیب‌الله خان کلکانی در مربوطات ولسوالی کلکان ولایت کابل را دوباره ترمیم و لین برق وارداتی ازبکستان را دوباره به شکل موقت وصل نمایند. در ادامه این خبرنامه آمده است که با ترمیم این پایه برق وارداتی، هم‌اکنون 260 مگاوات برق وارداتی دوباره به شبکه کابل افزوده شد. قابل ذکر است که در نتیجه منهدم شدن یک پایه برق وارداتی در مربوطات ولسوالی کلکان ولایت کابل، دو شب پیش 260 مگاوات برق وارداتی کابل و سایر ولایات مسیر برق وارداتی کاهش یافت. همچنین کار بالای پایه‌های منهدم شده دیگر نیز ادامه دارد. آتش بس 3 روزه گشت‌زنی طالبان در مناطق زیر اداره نیروهای حکومتی. پس از اعلام آتش بس نیروهای امنیتی و گروه طالبان، اعضای این گروه در مناطق زیر کنترل نظامیان گشت و گذار کردند. با گزارش سپوتنیک، به مناسبت عید سعید فطر، آتش بس 3 روزه میان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شده است. نخست آتش بس 3 روزه از سوی گروه طالبان اعلام شد، سپس ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در اعلامیه گفته رئیس جمهوری افغانستان به نیروهای دفاعی و امنیتی دستور داده است تا آتش بس 3 روزه عید را رعایت کنند، اما دولت بر آتش بس دائمی و واقعی تاکید کرده است. ویدیوی در صفحات مجازی به نشر رسیده است که اعضای گروه طالبان در ولایت هلمند در مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی افغانستان گشت و گذار می کنند. گشت‌زنی اعضای طالبان در حالی است که سخنگوی این گروه از افرادش خواسته که به مناطق تحت کنترل دولت نرفته و به نیروهای دولتی نیز اجازه ورود به قلمرو گروه طالبان را ندهند. این آتش بس درست زمان اعلام می شود که خشونت ها در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته و افراد طالبان تلاش کردند تا با حمله به مناطق تحت کنترل دولت آن را تصرف کنند. و حالا چلنج شیرشاه مبارز، برادر باز محمد مبارز، به واحدالله نژند. شیرشاه مبارز روی صفحه فیسبوکش نگاشت هست: چلنج. سلام دوستان عزیز، قسمی که در این روزها واحد نژند نامکش در مقابل برادر بزرگم
عقاب افغانستان، کسی که سالها MMA را در افغانستان روش داده، صدها جوان این وطن مبارز قهرمان را الگوی ورزشی خیش قرار داده، اما واحد نژند با تمام بی‌شرمی و به احترامی به برادرم باز محمد مبارز از طریق شبکه‌های تلویزیون افغانستان چالش و دعوت به مسابقه کرده. پیام من به نژند این است که اگر توانایی داری، مردی داری، بیا اول همراه من مبارزه کن. اگر مرا زدی بازو، تو حق داری همراه باز محمد مبارز فایت بکنی. اگر همراه من حاضر نمیشوی، دیگر حق چالش دادن را به برادر بزرگم عقاب افغانستان نداری. نوت: در هر سازمان تو خوش باشی، من آماده هستم. تاریخ مسابقه را هم خودت انتخاب کن و سلام. خود باز محمد مبارز میگوید: جزایتان را میدهم. اخطار باز محمد مبارز به واحد نژند و سمیع فیضی. باز محمد مبارز ورزشکار حرفه‌ای مبارزات آزاد، مهمان ویژه برنامه سلفسی بود. در این برنامه که نورستانی بیشترین سوالها را مطابق خواستای مردم تنظیم کرده بود تو از باز محمد مبارز بپرسد، در یکی از قسمت‌های برنامه نورستانی از باز محمد مبارز میپرسد که شما ورزشکاران در فیسبوک چه روز و حال را انداختید، و به این قسم کوشش میکند تا حرف دل باز محمد مبارز را بروی پرده بیاورد. مبارز که روی پرده سلفسی را یک فرصت مناسب میدانست تا حرف خود را بزند، شروع به سخن کرد. مبارز میگوید: در ورزش مبارزات آزاد کسی را در حد خود در افغانستان نمی بیند و 8 سال است که همه کوشش میکند تا با وی یک بار در افغانستان مسابقه بدهند تا بتوانند این گونه شهرت پیدا کنند. مبارز میگوید: یک بار حاضر شد تا با ولی هوتک مبارزه کند، ولی این قضیه کلان شد و تا ریاست جمهوری، پارلمان و شورای امنیت مانع این مسابقه شدند. مبارز میگوید: بهترین ورزشکار از مسابقات، حریف ها و ریکارد ها معلوم می شود. مبارز در این برنامه به نژند و فیضی هشدار می دهد که اگر یک بار دیگر در برنامه های تلویزیونی در برابر وی بی ادبی کند، برایشان در داخل قفس درس خواهد داد. باز محمد مبارز میگوید: به نژند چنان درس خواهم داد و چهره اش را تغییر خواهد داد که یک ما مادرش بالای سر وی بنشیند و نشناسد که این نژند است یا کسی دیگر. دیده می شود که به این سخنان مبارز فیضی و نژند چی واکنش نشان می دهند. عبدالسمیع فیضی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: سطح من از مبارز بلندتر است، نمی خواستم با او مبارزه کنم و قصدش را هم ندارم، اما حالا که او چلنج داده است می خواهم این را ثابت کنم و در داخل رنگ پوزش را بشکنانم و به خاک بمالم. واحدالله نژند نیز گفته است که او آماده است که ادای خود را ثابت کند. واحدالله نژند در پاسخ به چلنج شیرشاه مبارز، برادر باز محمد مبارز، پای کامنتش چنین نگاشته است: شما را ولی شرم نیز همراه یکشتک فایت کنم، کلانش رخ کنه خوده. تشکر از توجهتون. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.